آغاز مرحله دوم طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در مرحله اول طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا بیش از 70 میلیون نفر در کشور رصد و غربال شدند افزود، در آستانه اجرای مرحله دوم طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا برای شناسایی خوشه های آلوده بدون علامت قرار داریم که در این راه هم به همکاری و کمک همه مردم نیازمندیم. که ما داریم وارد مرحله دوم طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا میشیم. در این مرحله دوم ما افراد علامتدار رو شناسایی میکردیم. در این گام دوم داریم میریم سراغ افراد بدون علامت که اینها منشأ عفونت هستن و بدون علامت دارن این موارد آلودگی رو با خودشون به دیگران منتقل میکنن. در این راه ما نیازمند آزمایشات گسترده هستیم. خوشبختانه با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان که واقعاً کار بزرگی رو خلق کردند و با کمک همکاران ما و تعداد زیادتری از دستگاه‌های تشخیصی، ما داریم به سراغ کانون‌هایی میریم که علامت ندارند ولی با خودشون ویروس رو دارن در سطح جامعه جابجا می‌کنن. ما آزمایشات زیادی را از امروز شروع خواهیم کرد به انجام دادن و خوشه های آلوده بدون علامت رو به عنوان گام دوم انشالله شناسایی خواهیم کرد. در این راه هم همه باز کنار ما خواهم بود. یعنی ما علاوه بر پیگیری موارد اولیهی که تشخیص دادیم بدون علامت، در کنار یافتن موارد بدون علامت کار رو دنبال میکنیم. یعنی هم همکاران من که در پایگاه های مختلف بودن پیگیری خواهند کرد، موارد آلوده قبلی که تشخیص دادن در قرنطینه خانگی هستن یا در جایگاه های دیگه در موارد دارن دنبال میشن رو دنبال خواهند کرد برای کاهش زنجیره انتقال، و هم به سراغ کیس های بدون علامت خواهند رفت برای دعوت کردن به انجام آزمایش. رونمایی از 30 محصول جدید دارویی ساخت داخل، بیش از 100 محصول جدید دارویی نیز در شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین تی پی کو معرفی شد. با توجه به سیاست‌گذاری های اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دو ماه اخیر بخش عمده ای از ظرفیت این کارخانه ها به تولید داروها و محصولات ضد عفونی کننده مرتبط با کرونا اختصاص یافته است. تلاش کادر درمانی زمانی برای نجات بیماران کرونایی نتیجه بخشه که این قرص ها به موقع به اول میریم به اصفهان. خبرنگار ما به نقل از داروسازان از تولید بیش از 33 میلیون قرص هیدروکسی کلوروکین برای کنترل ویروس در بیماران مبتلا به کرونا خبر داد. هیدروکسی کلوروکین اغلب برای درمان مالاریا و روماتیسم کاربرد داشته و این روزها بسیاری از شیمیدانان و متخصصان جهان اون رو برای معالجه مبتلایان به ویروس کرونا مؤثر و اثر بخش میدونن. اواخر سال 98 شیفتای کاریمون رو افزایش دادیم و نزدیک به 18 میلیون عدد قرص از هیدروکسی کلوروکین تولید کردیم. با توجه به نیاز بیماران عزیزمون در زمان تعطیلات ایام عید، چیزی نزدیک به 7.5 میلیون عدد قرص دیگه هم تولید شد. به تهران میاییم. وزیر رفاه از آزمایشگاه ها و شرکت های دارویی 60 تا امروز بازدید داشت. اول رفت آزمایشگاه توفیق دارو. محققان این آزمایشگاه که تعطیلی نداشتن، داشتن روی داروهای جدیدی کار میکردن برای کنترل ویروس کرونا. تعداد 6 مولکول دارویی که در کنترل و احتمالاً در درمان کرونا میتونن تاثیرگذار باشن، روی اینها کار کردیم. بعد آقای وزیر به شرکت داروپخش رفت و در اینجا 30 قلم داروی جدید در حوزه بیماری های خاص رو رونمایی کرد. این نیروتینی بشه. بله، اتفاقا داروی هازاردیه، داروی پرخطریه، برای بیماری های خاص استفاده میشه. تو دسته های درمانی مختلف مثل قلب و عروق بعضیشون داروهایی هستن که برای بیماری های صعب العلاج استفاده میشن و بعضی ها هم فینیش پروداکت یا داروهای ساخته شده ای هستن که داخل کشور نبودن یا فرمشون تغییر کرده و مصرفشون راحت تر شده. در حاشیه این رونمایی ها داروسازان این نوید رو با آقای وزیر دادن که روی تولید داروهای جدید برای کنترل و درمان کرونا
تلاش بیشتری بکنه. داروهایی که آثار این ویروس منحوس رو در بدن انسان به حداقل ممکن کاهش میده مثل کلورکین وارد شدن و مواد اولیه تولید این دارو رو در این مجموعه به میزانی بیش از 6 تن که نیازهای اولیه قابل ملاحظه از تولید دارو رو برآورده میکنه تامین کردن. البته امروز آقای وزیر از 100 محصول جدید داروی دیگه هم رونمایی کرد که تاکنون در شرکت‌های 60 تولید نمی‌شدن. و البته این 30 قلم داروی جدید هم به زودی وارد بازار دارویی میشه، داروهایی که حدود 50 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به دنبال خواهد داشت. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما. نخستین جلسه علنی مجلس در سال 99 به ریاست آقای پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور بیش از 2/3 نمایندگان و رعایت دستورهای بهداشتی لازم برگزار شد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این جلسه از آخرین برنامه‌ها، اقدامات و راهکارهای وزارت بهداشت برای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا گزارش داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم دیگر میهمان این جلسه علنی بود و درباره شیوع کرونا و تأثیرات اقتصادی آن در کشور توضیحاتی داد. آقای رحمانی فضلی، وزیر کشور، هم با ارائه گزارش از نحوه فعالیت این وزارتخانه و استانداری‌ها برای کنترل انتشار ویروس کرونا به نمایندگان مجلس تأکید کرد روند ابتلا به بیماری کرونا در کشور رو به کاهش است. اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال 99، جلسه‌ای که بعد از بیش از یک ماه تعطیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا بالاخره برای برگزاری آن از ستاد ملی مدیریت مقابله با این بیماری مجوز گرفت. اگر یک ماه با قدرت عمل بکنیم ویروس رو ما میتونیم زمینگیر کنیم. امروز اما اهمیت شیوع بیماری کرونا و تأثیر اون در مسائل اقتصادی، دو وزیر و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به مجلس کشاند. وزیر بهداشت در این جلسه با اعلام اینکه در روزهای آینده در برخی از استان‌ها بیماری کرونا مهار و کنترل می‌شود و تا پایان اردیبهشت به نقطه مهمی خواهیم رسید، گزارشی از اقدامات و ظرفیت‌ها برای مقابله با این بیماری ارائه داد. خوشبختانه به هر استانی زنگ بزنید حداقل بین 30-50% تخت خالی دارن، غیر از این که ما 15,000 تخت نقاهتگاهی خالی رو در جاهای مختلف کشور با کمک نیروهای مسلح الان آماده داریم. وزیر کشور هم با اعلام آمادگی شهرداران در 1357 شهر برای کنترل ویروس کرونا از طریق ضدعفونی معابر، در ادامه با تقسیم بندی اصناف به 3 دسته ریسک پایین، متوسط و بالا، زمان اثرگیری فعالیت آنها را اعلام کرد. مقرر شده که به هر حال از 23 در تمام کشور اصنافی که با ریسک پایین هستند به جز تهران کار را شروع بکنند، که الان ما پروتکل های لازم را به همه استانداران محترم و فرمانداران دادیم که نظارت های دقیقی در این مسئله انجام بشه و تهران هم 30 این مسئله را شروع خواهند کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این جلسه به پرداخت 3560 میلیارد تومان برای تقویت ستاد ملی مبارزه با کرونا اشاره کرد و از برنامه‌های دولت برای حمایت از اصناف و فعالان اقتصادی گفت. نمایندگان ملت در ادامه طرح سفاریتی تعطیلی یک ماهه کشور را مغایر اصول قانون اساسی دانستند و این طرح از دستور کار مجلس خارج شد. بهداشت و درمان میتواند درصدی از بودجه عمومی سالانه کشور را تامین بکنه. در ابتدای جلسه علنی امروز هم برخی از رؤسای کمیسیون‌های مجلس راهکارها و طرح‌هایی برای مقابله با ویروس کرونا و کاهش آثار اقتصادی آن ارائه دادند. مهمترین اثر اقتصادی کرونا بحث بیکاریه که الان به دنبالش رکود خواهد داشت، رکود تورمی که مضاعف میشه، مزید میشه به رکود تورمی که تو کشور وجود داشت. این راهکار برون رفت از وضعیت رکودی که قطعا ماهای آینده در کشور فراگیر میشه، بهترین راه برون رفتش همه بحث جهش تولید. اعلان یک تاریخ دقیق که بگیم ما در این تاریخ دیگه آموز پرورش کل
مسائل درسی آزمونیش تمومه. اینو باید وزارت آموزش پرورش به جد اعلام کنه که خیال همه راحت شد. اما موضوع بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی به کجا انجامید؟ رأی اعتماد به وزیر جهاد کشاورزی فردا انشاءالله جلسه خواهیم داشت. در خصوص حضور آقای رئیس جمهور برای دفاع از برنامه‌های وزیر پیشنهادی هنوز قطعی نشده، یا خود ایشون حضور پیدا می‌کنن یا معاون اولشون یا هر کدوم که خودشون صلاح می‌دونن برای دفاع از وزیر پیشنهادی میتونه صحبت بکنه. در پایان جلسه امروز مجلس، نمایندگان ملت با صدور بیانیه‌ای از خدمات کادر پزشکی و درمانی کشور در مبارزه با ویروس کرونا قدردانی کردند. اما در جلسه علنی امروز، نمایندگان مجلس آمادگی خود را برای حمایت از بخش‌های مختلف در پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا و همچنین کاهش آثار اقتصادی این بیماری اعلام کردند. محمد رضا فخاری، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی. رئیس مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی با رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت تبدیل تهدیدهای کرونا به فرصت در گروه اصلاح ساختارهای اقتصادی است. آقای لاریجانی ضمن دریافت گزارش 7 جلسه کمیسیون در ارتباط با جهش تولید گفت با استقرار دولت الکترونیک و اقدامات مهم دیگری از قبیل توسعه روستاها، مدیریت مهاجرت معکوس، تمرکز زدایی و هماهنگسازی نهادهای حمایتی برای کمک به مشاغل آسیب دیده، می توان تجربیات دوران کرونا را در پسا کرونا به فرصت تبدیل کرد. آقای لاریجانی تغییر روش مراجعات حضوری به دستگاه‌ها را از فرصت‌های قابل ادامه در دوران پسا کرونا خواند و گفت برای این کار باید مراجعات حضوری به ادارات و سفرهای درون شهری بر بستر دولت الکترونیک کاهش یابد و صندوق‌های مکانیزه پرداخت، خرید و فروش‌های اینترنتی و آموزش غیر حضوری با استفاده از ظرفیت احکام برنامه ششم توسعه برای همیشه در کشور نهادینه شود. رئیس مجلس همچنین استفاده از تجربه برخی کشورها برای عبور از رکود را برای تبدیل تهدیدات کرونا به فرصت مفید خواند و خواستار هماهنگی نهادهای حمایتی برای کمک به مشاغل خرد، قشرهای فاقد صنف و کارگران روزمزدی شد که بیشترین آسیب‌های معیشتی را از شیوع کرونا دیدند. افتتاح خط تولید انواع ماسک در ربات کریم با حضور معاون اول رئیس جمهور. آقای جهانگیری پس از بازدید از کارخانه تولید ماسک که روزانه حدود 30,000 عدد انواع ماسک پزشکی و فیلتردار تولید می‌کند، با اشاره به محدودیت‌های کشور در روزهای ابتدایی شیوع کرونا گفت متاسفانه برخی کشورها به بهانه تحریم مانع از انتقال ماسک و تجهیزات پزشکی به کشور شده بودند، اما امروز همه تجهیزات مورد نیاز بیماران کرونایی در داخل تهیه و تولید می شود. معاون اول رئیس جمهور همچنین ضمن اعلام قدردانی دولت از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای برداشت 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه‌های وزارت بهداشت و جبران آسیب‌های وارد شده از کرونا گفت مقام معظم رهبری در موافقت خود با این موضوع بر 2 نکته مهم تاکید کردند. نخست تولید داخلی و دوم استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، که شرکت‌های دانش‌بنیان در این مقطع به خوبی وارد عمل شده و در زمینه تولید تجهیزات پزشکی اقدامات مناسبی کردند. بینندگان ارجمند، به خبری که همینک به دستم رسید توجه بفرمایید. رئیس جمهور در ارتباط ویدیو کنفرانس از کادر درمان و مسئولان استانی استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، ایلام، چهارمحال بختیاری و کوهگیلو و بویراحمد قدردانی و در جریان درمان بیماران در این استانها قرار گرفت. رئیس جمهور از طریق ارتباط ویدیو کنفرانس به پرستاران و پزشکان بیمارستان ولیعصر عجلالله تعالی فرجه و شریف بیرجند خدا قوت گفت و بر اجرای دقیق طرح فاصله گذاری هوشمند و رعایت درست تمامی پروتکل‌های بهداشتی تاکید کرد. آقای روحانی خطاب به استاندار خراسان جنوبی هم گفت اگر پروتکل‌های بهداشتی به خوبی اجرا شود، کار مفیدی برای کشور انجام شده و اگر مردم احساس کنند که دوران کرونا تمام شده و شرایط معمولی است،
همه ضرر میکنیم. وی متذکر شد ما هنوز با مشکل روبرو هستیم و ممکن است در ماه آینده و ماهای دیگر نیز با مشکل مواجه شویم. آقای روحانی با تاکید بر اینکه اکنون برای بازگشایی مدارس عجله‌ای نداریم افزود، شرایط بازگشایی مدارس برای همه استانها متفاوت است و برخی استانها می توانند زودتر مدارس را بازگشایی کنند. در این ارتباط تصویری مسئولان استانی هم آخرین آمار و وضع بیماران کرونایی استان را به اطلاع رئیس جمهور رساندند. برنامه جهادی اهدای خون به همت بسیج جامعه زنان در مراکز استانها و 400 شهر و شهرستان کشور آغاز شد. بانوان بسیجی در روزهای کرونایی که از ورودی‌های بانک خون کشور کاسته شده، به طور هماهنگ و گسترده در مراکز سازمان انتقال خون حضور چشمگیر یافتند. سخنگوی سازمان انتقال خون هم از مردم خواسته در این امر خداپسندانه شرکت کنند. ما در اسفند ماه سال گذشته به طور متوسط و میانگین 35% کاهش آمار اهدای خون رو در کل کشور داشتیم. در بعضی از استان ما این میزان کاهش به 40% هم رسید. به هر حال نیاز به خون در بیماران خاص مثل عزیزان تالاسمی باید با اهدای خون روزانه مردم عزیزمون تأمین بشه. عزیزان تالاسمی حداقل هر دو هفته یک بار باید تزریق خون رو داشته باشن. در بعضی از استانها این نیاز برای عزیزان تالاسمی بیشتره، مثل استان مازندران، گیلان، کرمان و بالاخص استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان و استان تهران. سفر به مشهد مقدس همچنان ممنوع است. معاون استاندار خراسان رضوی در آستانه نیمه شعبان از خیلی مشتاقان زیارت امام هشتم خواست از مسافرت به مشهد مقدس خودداری کنند و مراسم ویژه احیای شب نیمه شعبان را در رسانه ملی و صفحات مجازی دنبال کنند. هموطنان عزیز که و خیلی مشتاقانی که از اقصانقاط کشور استانها میخوان تشریف بیارن به حوزه استان، این ممنوعیت همچنان پابرجاست و تشریف نیارن. در 132 نقطه ورودی و خروجی استان از حضور افراد مسافر ممانعت به عمل میاد. مبتلایان به بیماری زمینه‌ای امسال به حج اعزام نمی‌شوند. رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد در صورت ادامه بحران کرونا افراد پرخطر دارای بیماری‌های زمینه‌ای و مشکلات سنی به این سفر معنوی اعزام نمی‌شوند و اعزامشان به سال بعد موکول خواهد شد. به گفته آقای رشیدیان در سال جاری 87550 نفر اهم از زائر و کارگزار از جمهوری اسلامی ایران به سفر حج اعزام می‌شوند و در این رابطه تمامی اقدامات مربوط و قراردادهای لازم منعقد شده است. در پی شیوع ویروس کرونا در دنیا، در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی صفحه ویژه اطلاع رسانی راه اندازی شد. این صفحه در زیر دامنه corona.sid.ir فعال شده و مطرح ترین نشریات علمی و پرکاربردترین کلید واژه ها را در این حوزه موضوعی به مخاطبان معرفی می کند. رژه خدمت امسال جایگزین رژه روز ارتش شد. رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش از اجرای طرح رژه خدمت با شعار مدافعان وطن و یاوران سلامت در سطح کشور خبر داد. امیر دریادار سیاری گفت امسال برای کمک به پیشگیری از بیماری کرونا طرح جایگزین برای مراسم 29 فروردین روز ارتش به عنوان رژه خدمت تدارک دیده شده است. رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش با اعلام آمادگی بیشتر ارتش برای مقابله با بیماری کرونا گفت در طرح رژه خدمت یاوران سلامت اقداماتی را برای رفع آلودگی مکانهای عمومی در شهرها و استانهای مختلف انجام خواهند داد و در مناطق محروم با اعزام تیمهای پزشکی در بحث خدمات بیمارستانی و رسیدگی به بیماران کنترل بیشتری خواهیم کرد و در غربالگری هم به نیروهای درمانی در وزارت بهداشت کمک می‌کنیم. به گفته امیر دریادار سیاری طرح جایگزین از 20 فروردین به بعد اجرا می شود.
رایج‌ترین علائم ویروس کووید 19 تب، بدن درد و سرفه‌های خشکه. اما برخی افراد ممکنه هیچ علائم و حتی احساس بیماری هم نداشته باشند. خوشبختانه حدود 80% افراد بدون نیاز به درمان‌های پزشکی خاص بهبود پیدا می‌کنند. پزشکان میگن از هر 6 نفری که به ویروس کووید 19 مبتلا میشن، فقط 1 نفر دچار وخامت حال و مشکلات تنفسی خواهد شد که این نیز بیشتر در میان کهنسالان و یا افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای است. خب، با یادآوری این نکات و هشدار برای مراقبت‌های بیشتر، سری به استودیوی ویژه مهار کرونا می‌زنیم. آقای حیدری، سلام بر شما، خدا قوت، بفرمایید. سلام آقای صادقی و سلام به بینندگان محترم خبر نیمروزی. کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مبارزه با کرونا در اطلاعیه‌ای موارد مهم طرح فاصله گذاری هوشمند را اعلام کرد. در این اطلاعیه با تاکید بر اصل در خانه بمانیم به عنوان راهبرد عمومی و اصلی مقابله با ویروس کرونا اومده، در طرح فاصله گذاری هوشمند فقط مشاغل غیر پرخطر با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مصوب وزارت بهداشت از تاریخ 23 فروردین در استان‌ها و 30 فروردین در تهران مجوز فعالیت پیدا می‌کنند. ستاد ملی مبارزه با کرونا در این اطلاعیه اعلام کرده بخش‌های تولیدی اصناف و مشاغل مشخص شده در تر برای خدمت رسانی به مردم موظف هستند در پایگاه وزارت بهداشت ثبت نام کنند و پس از دریافت کد مجوز فعالیت برای آنها صادر میشه. همچنین در طرح فاصله گذاری هوشمند تعطیلی‌های پایه شامل تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، مراکز فرهنگی، هنری، مشاغل پرخطر و همچنین ممنوعیت تردد بین استانی تا اطلاع بعدی ادامه خواهد یافت و مراکز اداری هم از 23 فروردین با رعایت اصول بهداشتی به جای 1/3 با 2/3 کارمندان خودشون فعال خواهند شد. ساعت کاری هم از تاریخ‌های اعلام شده از 7 صبح تا 14 خواهد. خب، به ستاد ملی مقابله با کرونا میریم و گفتگو میکنم با سخنگوی محترم وزارت بهداشت. جناب آقای دکتر جهانپور، سلام بر شما، روزتون بخیر. منتظریم گزارش امروز جناب عالی رو بشنویم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما. جناب حیدری، با نام و یاد خدا در خدمت مردم عزیزمون هستیم. عرض درود و احترام داریم خدمت همه هموطنان عزیزمون. خدمت شما عرض کنم استحضار داشته باشید تا امروز ظهر همکاران ما در بیش از 95 آزمایشگاه تشخیصی همکار و مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 211136 مورد تست تشخیص قطعی بیماری کووید 19 رو انجام دادن که از این جمع تا امروز ظهر 62582 مورد تشخیص قطعی ابتلا به بیماری کووید 19 رو ما داشتیم که 2089 مورد اون قاعدتاً ظرف 24 ساعت گذشته گزارش شده. و البته خوشبختانه باز هم باید اظهار خوشبختی کنیم که 27039 نفر تا این لحظه بهبود یافته و یا ترخیص شده از بیمارستان‌های ما هستند از میان موارد مبتلا به این بیماری. و البته متاسفانه باید عرض کنم که ما در 24 ساعت گذشته هم 133 نفر از هموطنان عزیزمون رو که مبتلا به این بیماری بودن از دست دادیم و تا امروز 3872 نفر از مبتلایان قطعی به این بیماری متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن و ما از نعمت و حضور اونها محروم شدیم. به هر حال 3987 نفرم منتظر دعای خیر شما مردم عزیزمون در بخش‌های مراقبت‌های ویژه با وضعیت حاد یا بحرانی این بیماری مواجه هستند و امیدواریم که با رعایت موارد و البته پروتکل‌های ابلاغی فاصله گذاری هوشمند که به از هفته آینده ساری و جاری خواهد شد، ما همچنان روند مدیریت شده و کاهش روز به روز موارد ابتلای جدید به این بیماری رو شاهد باشیم. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر جهانپور، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا.
در حالی که ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار اسامی برخی مشاغل کم خطر رو که از ابتدای هفته آینده مجاز به فعالیت هستند اعلام کنه، صاحبان مشاغل هم بیکار ننشستند و در این مدت ابتکاراتی رو برای راه اندازی کسب و کارشون و خدمات دهی به نیازهای مردم در روزهای کرونایی را انداختن. با هم ببینیم. تعطیلات نوروز امسال اون گروه از مشاغل که تعطیل نبودن به فکر افتادن چطور خودشون رو با شرایط اجتماعی جدید تطبیق بدن، به طوری که هم فاصله اجتماعی رو رعایت کرده باشن و هم خدمات رسانیشون مختل نشه. داروخانه ها، اتوبوس ها، بقالی ها و سوپر ها زودتر به فکر افتادن. بعضی سیستم فروش در به منزل و بعضی سیستم های خدماتیشون رو تغییر دادن تا مشتریانشون رو حفظ کنن. برخی هم بدون باز کردن فروشگاه فروش الکترونیک خودشون رو آغاز کردن. یه فروشگاه ترجیح داده تحویل پشت باجه رو امتحان کنه. فروشگاه‌های کوچکتر تقاضا کردن که مردم تک به تک وارد بشن تا هم خودشون سالم باشن هم خدمتگزارانشون. فروشگاه‌های بزرگتر از راهنماهای تصویری برای هدایت و در صف قرار گرفتن استفاده کردن. برنامه‌های فرهنگی هنری هم به فکر اجرای آنلاین افتادن. خب بعضی جاها هم اگر امکانش هست بهتره که تغییر چیدمان بدید. مثلا این دو تا آبربانک رو ببینید، فاصله شون کمتر از 1 متره. اگر میتونیم بهتره که یک کدومش رو به اون جهت تغییر وضعیت بدیم. یه نگاهی هم داشته باشیم به خارج از کشور، ببینیم اونا چیکار میکنن. استفاده از پلیگلاس در کانادا رایج شده تا مانعی بین فروشندگان و ارباب رجوع باشه. این خانم میگه من هم برای خودم خرید میکنم و هم برای مادر و مادر بزرگم تا تعداد کمتری بیرون بیان. ساعت‌های خرید برای کادر درمانی و افراد سالمند و کمتوان هم کم کم مشخص داره میشه. این فاصله اجتماعی به قدری اهمیت داره که روی تیشرت ها و پیراهن ها به صورت شعار حک شده. مشخص کردن راهنما روی کف زمین برای رعایت فاصله اجتماعی در ایستادن در صف، آسانسور، نشستن روی صندلی های انتظار خیلی رایج شده تا همه بدونن چطور رفتار کنن. برچسب های روی وسایل با این مضمون که اگر میتونید اینو بخونید خیلی نزدیک هستید فاصله رو رعایت کنید هم داره رایج میشه. و بالاخره خبرنگاران در کنفرانس‌های مطبوعاتی و مصاحبه‌های مردمی هم آداب جدیدی رو تجربه می‌کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما. وزیر آموزش و پرورش از ادامه تعطیلی همه مدارس و مراکز آموزشی تا دو هفته آینده خبر داد. آقای حاجی میرزایی گفت در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد تعطیلی همه مراکز آموزشی تا دو هفته آینده ادامه پیدا بکنه و پس از اون با ارزیابی شرایط برای نحوه ادامه سال تحصیلی تصمیم گیری خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش همچنین از تصمیم این وزارتخانه برای راه اندازی شبکه اجتماعی دانش آموزان با هدف ارائه خدمات آموزشی بر بستر اینترنت هم خبر داد و گفت اکنون در حال اجرای آزمایشی این طرح هستیم و به پیام رسان ها هم اعلام کردیم که این کار باید به طور کامل مستقل از سایر پیام رسان ها و دارای محتوای مفید آموزشی باشه. اما در این روزهای کرونایی خانه مدرسه دوم دانش آموزان شده، به ویژه که شبکه آموزش رسانه ملی در سراسر کشور حتی در مناطق صفر مرزی که شاید دسترسی به اینترنت قدری سخت‌تر باشه پویایی به روز بودن و آموزش برابر رو به خونه‌های دانش آموزان آورده تا با رعایت توصیه‌های بهداشتی این سرمایه‌های فردای کشور از کسب علم و دانش عقب نمونه. امروز به چند روستای مرزی استان سر زدیم تا کیفیت دسترسی خانواده ها به خصوص دانش آموزان رو به شبکه ها به ویژه شبکه آموزش جویا بشیم. شبکه آموزش درست نمایم، سر وقت ما میریم با خواهرمون پای تلویزیون میشینیم و نگاه میکنیم. خیلی خوبه دیگه، از درسامون عقب نیفتیم. همیشه میگفتیم مدرسه خانه دومه، اما امروز خانه مدرسه دوم شده. همه درسام از طریق شبکه آموزش یاد میگیرم، ریاضی، عربی، اینا همه هست. خوبه. والدین دانش آموزان هم اونها رو به نحو مطلوبی در درس خوندن همراهی میکنن. 98% مردم خراسان شمالی از جمله روستاییان مرزنشین از پوشش شبکه‌های دیجیتال رادیو و تلویزیون برخوردار هستند. ملیحه کیوانپور، خبرگزاری صدا و سیما، راز و جرگلان. در مناطق مرزی اینترنت هم در کار نیست تا از فضای مجازی استفاده آموزشی شود. نقطه صفر مرزی هست، آنتن
زندگی بسیار ضعیف هستش. اما در این شرایط امکانات آموزشی برابر برای تمامی دانش آموزان در دورافتاده ترین نقاط کشور از طریق تلویزیون فراهم شده است. خیلی ممنونم ازشون که این فرصت به ما دادن که از توی تلویزیون ما این درس ها جلو ببریم. از مهمترین ویژگی های این برنامه های آموزشی پویایی و بروز بودن آنهاست که رضایتمندی والدین دانش آموزان را هم در پی داشته است. باعث شده که بچه ها درسشون رو به خوبی بخونن و مرور کنن و اون تکالیفی که مثلا اونجا آموزش میده توی کتاباشون بنویسن و برای معلمشون تو فضای مجازی بفرستیم و این بازخورد خیلی خوبی هم داشته. مدارس تعطیل است اما تحصیل تعطیلی ندارد. امید دانش آموزان در این شرایط برای تحصیل برنامه‌های آموزشی رسانه ملی است. رحمت الله دمرده، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان مرزی هیرمند. دانشگاه‌ها و مدارس هم همپای مدافعان سلامت برای حفظ سلامت مردم تلاش می‌کنند. رئیس دانشگاه علم و سند از تولید روزانه 120 لیتر مواد ضد عفونی کننده در این دانشگاه خبر داده و گفته این ظرفیت در آینده نزدیک به 400 لیتر در روز هم قابلیت افزایش داره. به گفته آقای زاکری از 27 اسفند در یک فرایند فشرده و جهادی 10 روز اولین نمونه از اتانول تولیدی به بهره برداری رسید. رئیس دانشگاه علم و سند افزود واحد نیمه صنعتی ایجاد شده در دانشگاه توان تولید الکل با خلوص 96% رو هم داره، اما برای رفع نیازهای جامعه و ضد عفونی تولید الکل 70% در دستور کار قرار گرفته و تا حالا یک محموله از آب ژاول تولیدی دانشگاه علم و صنعت برای فعالیت‌های جهادی به استان لرستان ارسال شده. شمار کل مبتلایان به کرونا در جهان به مرز 1,350,000 نفر رسید. بر اساس آماری که حدود یک ساعت پیش ثبت شده، از کل مبتلایان در جهان حدود 21% اونها، یعنی بیش از 286,800 نفر بهبود پیدا کردند. متاسفانه بیش از 74,800 نفر هم جان باختند. در بین 209 کشور و سرزمین درگیر این بیماری، شدت شیوع و همگیری اون در آمریکا همچنان با فاصله زیادی بیشتر از سایر کشور هست. شمار مبتلایان در این کشور به بیش از 367,000 نفر رسیده. تعداد جان باختگان کرونا هم در آمریکا که در حال نزدیک شدن به مرز 11,000 نفر، بحران این بیماری رو در این کشور پیچیده تر کرد. بحران خاکسپاری جانباختگان کرونا در آمریکا. مسئولان شهر نیویورک در آمریکا اعلام کردند در صورتی که ظرفیت پذیرش سردخانه‌های نیویورک تکمیل شود، ممکن است تعدادی از اجساد فوت شدگان کرونا به طور موقت در پارک‌ها دفن شوند. رئیس کمیته بهداشت شورای شهر نیویورک با اعلام این خبر گفته در هر قبر 10 تابوت قرار داده خواهد شد. اکنون تعداد جانباختگان کرونا در آمریکا به مرز 11,000 نفر رسیده است. شهردار نیویورک دیروز هشدار داده بود که اگر تجهیزات و اقلام بهداشتی بیشتر به نیویورک نرسد، بیمارستان‌های این شهر فقط تا چهارشنبه دوام می‌آورند. این اعتراض دوباره پرستاران در شهر نیویورک است. این بار شماری از پرستاران بیمارستان هارلم در اعتراض به کمبود تجهیزات مورد نیاز به خیابان آمدند. سرزمین کابوس، من شاهد مردمی هستم که هر روز میمیرند. ما تجهیزات پاکسازی مورد نیازمان را در اختیار نداریم. فضایی را که لازم داریم در اختیار نداریم. نیروهایی را که نیاز داریم در اختیار نداریم. شاهد مرگ بی سابقه مردم هستیم. این کارشناس امور بین الملل آمریکا معتقد است بحران کرونا و نوع مدیریت دولت آمریکا به اعتبار آمریکا در سراسر جهان ضربه‌ای سخت زده است. به عقیده من این بحران هولناک می توانست به این شدت نباشد. این نشان داد که ما اقداماتی بسیار کند و دیرهنگام انجام دادیم و لذا ما در انظار جهانیان بی عرضه و ناکارآمد به نظر آمدیم. به نظر من این ضربه بسیار سنگین به اعتبار آمریکا در سراسر جهان بود. فرماندار نیویورک مجبور شده است قرنطینه در این ایالت را تا حدود 20 روز دیگر تمدید و جریمه تخطی از قوانین منع آمد و شد را هم دو برابر کند. ما همچنان مجبور هستیم که به تعلیق فعالیت‌ها در نیویورک ادامه دهیم. از این رو مدارس و دیگر فعالیت‌های تجاری غیر ضروری تا 29 آوریل تعطیل خواهد بود. ما می‌خواهیم جریمه
نقض مقررات را از $500 به $1,000 برسانیم. در آلمان هم که شمار مبتلایان به کرونا در آن از 103,000 نفر فراتر رفته است، صدر اعظم میگوید باید از تجارب کشورهای آسیایی در مهار عالمگیری کرونا درس بگیریم و آلمان میتواند از این تجربیات استفاده کند. معتقدم در حال حاضر نکته مهم اونه که از تجربه کشورهای آسیایی در خصوص مهار عالمگیر کرونا درس بگیریم. البته انتقال این تجارب با حفظ استقلال ملی خواهد بود و اینکه ما بتونیم این تجارب رو در کشورمون تکمیل کنیم. ما حتی میتونیم در اروپا نیز اون رو تعمیم بدیم، به شرط اون که هماهنگی‌های لازم رو با اروپا به عمل بیاریم. اما از انگلیس خبر میرسد بوریس جانسون نخست وزیر این کشور که در بیمارستان بستری شده، حالا وخامت حالش باعث شده به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شود. در حالی که سرعت همه‌گیری ویروس کرونا و افزایش شمار بیماران، بیمارستان‌های انگلیس رو با کمبود شدید امکانات و کادر درمانی روبرو کرده، اعلام شد بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس که به بیماری کرونا مبتلا است، به علت وخامت حالش به ICU بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سنت توماس در مرکز لندن منتقل شده. در غیاب جانسون، سکان هدایت دولت انگلیس به دومینیک راب وزیر خارجه این کشور سپرده شد. از فرانسه هم خبر می‌رسد افزایش شمار جانباختگان موجب شده سردخانه‌های موقت برای اجساد در حومه پاریس در نظر گرفته شود. در روسیه شمار مبتلایان به ویروس کرونا نیز با جهشی 20% در شبانه روز گذشته به بیش از 6300 نفر رسیده.